واقعیت های زد و نقیز سازمانی الگوی دیگری برای تصمیم گیری وجود دارد که جذابیتش در مقایسه با الگوی قبلی کمتر است اما به سرخوردگی های اخلاقی و فکری ما نزدیکتر است این الگو بر پایه این باور است که سازمان فقط می آن دست از مشکلاتی را رفت کند که از پیش شناسایی کرده است این طرز تلقی بسیار گیج کننده است زیرا چنانچه سازمان یا شرکت فقط قادر به حل و فصل مسائل شناخته شده خود باشد، دیگر امکانی برای بروز نوآوری و ابتکار وجود نخواهد داشت. در این صورت، شناسایی مشکلات تازه که هنوز رخ نداده اند، ناممکن خواهد بود و معزل تلقی نمی شوند. همچنین چنانچه این الگو درست باشد، از آنجا که مسائل برای مطرح شدن و تحمیل خود بر ما به انتظار نمی نشینند، چون این نتیجه میگیریم که فاجعه رخ داده است. این الگوی تصمیم گیری جریان واقعی امور روزمره سازمانها را تا اندازه آشکار می سازد. چگونه؟ برای پاسخ به این پرسش ضمن بکارگیری استعاره پیکر فردی و پیکر اجتماعی موجود انسانی را در مقام سازمانی در نظر میگیریم که در آن عملیاتی انجام می شود. ما اعمالی را به انجام می رسانیم. همچنین توانایی هایی داریم که پیامد تجربه های کسب شده ما یا برخواسته از گذشته است که از راه توارث زیست شناختی به ما رسیده است. به بیان دیگر توانایی های ما انعکاس حافظه ای ذاتی یا اکتسابی یا حافظه است که به تدریج جزی از وجودمان شده است. بنابراین ما از حافظه ای برخورداریم که در ما عمل می کند و ما را بر آن می دارد تا برخی کارها را با کارآمدی انجام دهیم برای مثال هدایت یک خودرو فقط زمانی به نحو مطلوب صورت میگیرد که برخی اعمال به شکلی انعکاسی انجام بگیرد تا زمانی که به این صورت نباشد باید همچنان درسهای معلم رانندگی را دنبال کرد زیرا او میداند که برای تبهر در این کار چه چیزی باید از سطح آگاهی ظاهری به سطح شناخت ذاتی منتقل شود از این رو میتوان گفت که ما در روند خود به خودی و غیر ارادی امور روزمره فقط قادر به شناسایی و حل و فصل مسائلی هستیم که از پیش به واسطه شرایط گذشته شناخته شدند. بنابراین توانایی های ما در حقیقت به چالش کشیده نمی شوند و به پویایی در نمی آیند. البته شناخت ذاتی که به صورت عادت سانوی در زندگی ما درآمده است، سبب کارایی هرچه بیشتر اعمال از روزی به روز دیگر می شود. اما همین دانش ذاتی حوزه توانایی عملی عامل را هم محدود می سازد که پیامدش کاهش شفافیت کارها به هنگام بروز موقعیت خاص است و سبب می شود امکان انجام کارهای ناکارآمد و ناخواسته از جمله کارهای غیر اخلاقی فزونی گیرد. اکنون نقش اخلاقیات را در این کشمکش بررسی خواهیم کرد. ما همگی با الزامات اخلاقی زندگی می کنیم که به صورت آرمانی یا عرفی و عادتی بر پایه همان الگوی تصمیم عامل تک نفره و بدون خطا استوار است که به اشتباه آن را با عاملی که یک تاپرستان خدا می خوانند یکسان می پندارند. ادیان یک تاپرست این عامل را قادر و دانای کل می دانند یعنی هم از توانایی مطلق برخوردار است و هم به همه امور آگاهی دارد اما ساختار عوامل عینی چه عامل فردی و چه عامل جمعی بگونه است که هم بود اقلانی عمل و هم دامنه آگاهی به آن لایتناهی نیست بلکه محدود است اکنون این نگرش پرسشی را برمیانگیزد چگونه می توان موزلات جدید را در شرایط محدود کننده واقعیات عینی شناسایی کرد ابتکار و خلاقیت به خرج داد و از اعمال غیر اخلاقی و مخالف با کمال طلبی یا اعمال نادرست و بدون قید جلوگیری کرد.